چه اسمهایی هم دارند. خروس ماهی، پروانه ماهی، خفاش ماهی، بعضی ها عصبانی هن مثل مار ماهی و بعضی ها خندرو مثل دلقک ماهی. تصاویری که دیدید بخشی از کتاب خلیج فارس است که به مجرد تدوین و انتشار در کمتر از 72 ساعت در یونسکو به ثبت رسیده. این کتاب سعی کرده جلوه‌هایی از طبیعت ایران رو به نمایش بگذاره. آقای اردستانی، شما به عنوان عکاس این کتاب و کسی که این کتاب رو تألیف کرده، چه قصد و نیتی داشتید برای انجام چنین پروژه‌ای؟ فقط به فقط نام بزرگ و زیبای خلیج فارس. و خلیج فارس که نامی بلند در طول تاریخ دارد، حالا صاحب اسنادی تصویری شده. شرایط زیر آب خیلی راحت نیست برای هر عکاسی برای عکاسی کردن. به فرض شما رنگ ها رو از سمت به بعد که داخل دریا غواصی میکنید، کم کم از دست میدید. یعنی اگر تو عمق 15 متری دستتون دچار سانحه بشه، یک قسمتی از بدنتون ببره، خونریزی بکنه، شما اون رنگ قرمز رو نمیتونید ببینید. و از همه جالبتر واکنش ماهی هاست که با دیدن عکاس و دوربین میترسند. این یکی از عکسای معروف هم هست. خانواده معمولا دلقک ماهی ها رو نمیتونید، یه خانواده رو با هم دیگه عکاسی بکنید. یه خانواده است. ترس و استرابو تو چشم مادر میتونید ببینید. اما گاهی هم ماهی ها برای عکاس خطرناکند. این شوک الکتریکی داره که اگر غواص یا عکاس آشنایی به این ماهی نداشته باشه، شوک قوی از خودش متفاوت میکنه و وارد میکنه به غواص. و از بین تمام این عکس ها، عکاسی از کوسه تجربه دیگر است. مجبور بودم که با ترفندهای خاص، چون که معمولا کوسه‌ای که ما الان تو خلیج فارس داریم خیلی خجالتی هستن. حالا یک دلیلش اینه که انقدر صید شدن، با صدای هر موتور قایقی فرار میکنن. و حالا میمانند حاشیه نشین ها. و بعد تنها بازماندگانی که مرواریدهای زندگیشان را از صدفهای زیر آب میخواهند. این همون آقای شیردل هست که توسط حبس نفس غواصی میکنن و صید مروارید رو هنوز ادامه میدن و انجام میدن. و حالا بعد از این تلاش 30 ساله که حاصلش کتاب خلیج فارس است، یک انتظار باقی است. موقعی که شما تو فرودگاه های تسل جزیره اوکیناوا تشریف میبرید، تنها چیزی که نظر رو جلب میکنه عکس ها و تصاویری که از زیر آب و محیط اون منطقه استفاده شده، برعکس اون چیزهایی که ما تو جزایر خودمون مثل کیش و قش و جای دیگه داریم استفاده میکنیم. این یک فرهنگ سازی رو داره نشون میده. و این تبادل اطلاعات میان کشورها فواید دیگری هم دارد. اینکه در محافل علمی نام گونه های گیاهی و جانوری خلیج فارس ثبت می شود و زمینه ای برای معرفی شرایط جغرافیایی کشورمان است.